من بیشتر نقد میکنم، کمتر فیلم میبینم. آها، چجوری فیلمی که ندیدم و نقد میکنم؟ اون دیگه تخصص منه. اسامی عوامل فیلم رو میبینم و میبینم به کدوم جناح وابستن. اگه به جناح مخالف وابسته باشن، شاید اون فیلم از نظر ساختار خوب باشه، ولی پیامش پیام بده. پیامش سیاه نمایی واسه غربه و من میکوبمش. و اون فیلمی که به جناح ما وابسته باشه، شاید از نظر ساختار ضعیف باشه، ولی پیامش پیام خوبه. اصلا من بیشتر پیام واسم مهمه، فیلم واسم مهم نیست. آها، تو هم میتونی پیام خوب بدی. بودجه هست واسه پیام خوب؟ بودجه هست، پیام سفید، سیاه نمایی نه. به یه شرط، کارگردان فیلمت یا دینمکی باشی یا افخمی و پیام خوب سفید هست. میخوام واسه تو یه داستان بگم. دو تا برادر بودن، میرن خارج از کشور کار کنن و هر ماه هم واسه همسرانشون پول میفرستادن. اولی هرچی میفرستاد زنش خرج خودش میکرد و به خودش میرسید. دومی هرچی میفرستاد زنش خرج خونه زندگیشون میکرد. خونهشون یه خرابه بود، جاش یه قصر میسازه. بعد چند سال اینا بر میگردن. اولی میره پیش زنش، میبینه ای زنش خوشگل خوشهیکل، خونهشون یه خرابه است. بهش میگه زن به این خوشگلی لیاقتش یه قصره، واسط میسازم. دومی میره پیش زنش، میبینه ای یه قصر خوشگل، زنش شکسته لی پوکیده. بهش میگه ببخشید میخوام زن بگیرم. زنش بهش میگه خب واسه چی عوضی، من که کار نگم، که صافت. بهش میگه قصر به این خوشگلی لیاقتش یه زن خوشگله، واسه تو هم بغل همین قصر یه خونه در حد قیافت میسازم. نکته اخلاقیش چیه؟ هیچ وقت واسه هیچ کس از آسایش و دلخوشیاتون نزنید، حتی بچه و همسرتون، چون هیچ کس به قدر کافی قدر شناس نیست، تازه اگه کسافت عوضی هم نباشه. حالا نه فردا برید برینی تو پول شوهراتون بگی شاکر گفت یق منو بگیر عوضی. آره نرینی دیگه. زاکانی گفت تو اقتصاد ما تو منطقه اولیم. زاکانی، نیازی به گفتنت نیست. ای کیفیت زندگی ما چیزی نیست جز برتری ما تو منطقه از نظر اقتصادی. به نظرم بازم داری شکست نفسی میکنی و میتونی بگی ما تو دنیا اولیم اقتصادی با این کیفیت زندگی. قصه فرهنگم نخور. انیسه و منصور دست به دست هم میدن، تو فرهنگم اول میشیم تو منطقه، شاید تو جهان حتی. آره قصه شو نخور. سال دیگه تمامی خودروهایی که تو بزرگراه‌ها تردد میکنن باید عوارض بدن نسبت به نوع ماشین و کیلومتری که تردد کردن. مثلا میگن ای ای ساینا ای پراید، خودروی ملی کمتر و بیشتر. یعنی واسه بودجه سال آیندهتون فقط رو ما مردم حساب کرد، جیب ما. فروش نفت و اقتصاد و اینا کنسله. یعنی میخوای ضعفتون تو اقتصاد رو با ما پوشش بدید. مردم هستن دیگه. و فکر کنم واسه بودجه دو سال بعدتون، یعنی ما باید واسه نفس کشیدن هم پول بدیم. تو کجا نفس کشیدی؟ شمال کدوم شهر؟ اونجا خوش آب و هواست، با بیشتر پول بدی. تو کجا؟ اونجا یکم خاک، آنه خاک اینا ریزگر داره، تو کم داره. تو کجا؟ اونجا وسط. قائم مقام وزارت ارشاد گفته سیلیبریتی هایی که کشف حجاب کردن و خودشون رو اصلاح نکردن ادامه فعالیتشون ناممکنه. قائم مقام جان، پس علل حساب این سریال یوزاسیف که از صدا و سیما داره پخش میشه و بازیگر اصلیش هم خانم کتایون ریاهیه که کشف حجاب کرد و خودشو اصلاح نکرد، یعنی اصلاح یعنی ابراز پشیمانی، خود نکرد، اینو حذف کنی سریالو، نذارید پخش بشه. شطور سواری که دلا دلا نمیشه، خونه نمیشه، حذفش کنی. واسه چی حذفش نمی کنی؟ آه نمیشه.
تو اون تایم کشف حجاب نکرده. چی این لاکچری ها همه چیشون با کلاسه. نوشته دوست دارم زن آینده من مثل خودم تلخ باشه. ببین نگاه و خواستش از زن آیندهش چیه. بعد من تنها خواستم از زن آیندهم اینه که اون غذایی که واسه خانوادهش وقتی میان مهمانی خونمون درست میکنه واسه خانواده منم درست کنه، بینشون فرق نذاره. نه دیگه، منم نگاهم عوض شد. حالا از کجا بفهمیم چه مزه‌ای میدن؟ باید زبون بزنیم. این تلخه، این شیرینه، این ترشه. من که اسپایسی دوست دارم. آها مزه شو که نگفتی، اخلاقش باید تلخ باشه. پس بازم من همون اسپایسی رو دوست دارم. نه تو اسپایسی نیستی، نه تو یکم شیرین میزنی، خوشم نمیاد. اینم گذاشتم چون از بیرون اومدم موهام خراب بود دیگه، دلش نمیوردم. صدا سوت اومد، یاد پلیس محله افتادم اون موقع. بعد تو کوچه ما پلیس محله نداشتیم. بعد هر شب تو کوچه ما دزدی بود. بعد ما دزدو میشناختیم. بعد ما مجبور شدیم به همون دزد هفته 1000 تومن بدیم خونه ای که بهش بگیم تو نگهبانی. بعد از اون موقع که بهش پول میدادیم دیگه دزدی نمیشد. بعد تا اون موقع که چند تا از همسایه ها گفتن دیگه واسه چی به پول بدیم. بعد دقیقا همون شب 3 تا خونه رو زد. از خونه من کفشام، از خونه همسایه‌مون دیششون، از او بغلی پمپشون. یعنی اگه تا آخر عمر هفته 1000 تومن بازم بهش میدادیم بازم میصرفیدن. اینم